صنبور يبي الوخا بات يبي الخالي إن حياته عمر الشخم سنت يعني صابقون خونه رو بمنداد رفت سر یک ما دیگه اومد که یه سری بزنه. من این حیات گوجه خیار بادنجان آفتابگردان خواشتم، شما نمیدونی اونجا چی شد. صابقون پسرش تهران بود، اومد گفت این حیات ماست، ورق برگشت. اگر یک زمانی یک زنی دید موفقه، یک شوهری با وقاری پشتشه. اگر شوهری موفقه، یک زنی با صلابتی پشتشه. اینها دوتا مکمل و کامل هم دیگرن. ما به اون توانایی ها کار داریم. یه خانمی میاد زندگی خیلی ها رو نجات میده. بعد از 30 سال فهمیدم خدایا اینجا یه بهشت گم شده‌ایه. اومدم گفتم من باید اینجا زندگی کنم. بعد از اینکه 30 سال شد من اومدم روستا، دیدم روستای من خدایا اون چیزایی که من میخوام اینجا هست. تصمیم گرفتم بیام روستای خودم. حالا 3 تا بچم دارم، اومدم داشتم. اومدمش که بعد گفتم آقا من میخوام اینجا خونه بگیرم. گفت هرچه شما دوست داریم. اومدیم رفتیم سر چشمه، اومدیم بغل این سنگه نشستیم. سنگه نشستم گفتم آقا یه کار کنیم، بچه هم بدونن بچه کجاییم، ما از کجا رفتیم. اینا
با این زحمت موفقم 600 700 تا بوته پندو پرورش دادم. الان درخت‌ها همه بار آورد. الان اینم فندق امسالیه. من دیدم اینا فاصله هاشون زیادن. پاییز با شوهرم اومدم اینا رو خودمون کاشتیم. هر درخت هایی دیدیم فاصله خیلی زیاده، در میان اونا فندق کاشتم که یه زمانی سندم بالاتر میره یا دارگیایی گلغازوان نمیتونم پروشه، حداقل این فندق اینجا جوابگو باشه. یعنی 5 سال دیگه این فندق هم مثل اون. اگر فکر میکنین اینجا 18,000 متر زمین این خانم کشاورز نمونه شد، کارآفرین شد، من این باغ با این سختی آب زدم، اینم آب باران، چون ما زمستان اینجا آب داریم، تابستان آب نداریم، خشکی داره. من تا این درخت آب ندم این درخت خشک میشه، چون اون مزرعه باشه چی؟ کار من تابستان اینه. ولی خانم علیزاده ثابت کرد که زنها هم میتونن کارآفرین باشن، کشاورز نمونه باشن، برای خانمای روستا شغل ایجاد بکنن، حتی برای آقایون. کارهای سبک رو خانما میرن بایشون توی زمین کار انجام میدن، کارهای سنگین رو آقایون میرن براشون کار انجام میدن و مزد میگیرن. و این هم نشون داده که روستایی هم میتونه، زن روستایی هم میتونه این کارها رو انجام بده، کارآفرین بشه، کشاورز نمونه هم باشه. ما دیدگاه ما رو گلگازوان هست و انواع گیاهان داری، بابونه هست، گلختمی هست، آویشن هست، پونه هست، بعد خواصی که این گیاهان داری دارن فوق‌العاده هست. این زمین یه دونه درخت نداشت، این درخت‌ها رو همه رو خودم زدم. یعنی این سس مال هیچکی، شاید کارشناسا اومدن باور نمی‌کردن که این حال مال 5 ساله. اینقدر که برش رسیدگی کردیم، کاشت کردیم، خدا رو شکر نهال 5 ساله، انگار مثلا من 10 سال نهال زدم. اصلا نهال نداشت، فقط یا 4 تا دونه 5 تا دونه اینجا کاشته بودن، دیگه بقیه رو همه خودم پرورش دادم. ما میتونیم با توسط همین گیاهان عرقجاتی هم تولید بکنیم که فوق‌العاده مؤثر و مفید باشه. دیدگاه ما اینی که ما بتونیم گسترش بدیم، فقط ما نه، همه بتونن، چون منطقه بسیار خوبی برای پرورش گیاهان دارویی است. در اشکیور ما 1860 نوع داروی گیاهی داریم که 860 نوع شناخته شده است. الان با این خوشسالی که در استانهای دیگه داریم، ما 3 تا استان برتر هستیم که در تولید گیاهان دارویی، استان گلستان هست و مازندران هست و ما. اینم پونه من اینجا از بیرون کندم آوردم اینجا دارم پرورش میدم. برای خانمای کالسیمی بدنش کمه، اینو دم میارم میخورم، با خودمونم دم میارم میخورم، زمستون اینه بهترین داروه. اینم توت فرنگیه که چند تا بوته بود، ماشاءالله الان زمین گرفته داره برای من گل کرده که بار بده. اینم میشوگوش، گفتم که میشوگوش برای زمستانا، اینو الان میکنم خشک میکنم زمستانا، اینو برای سرما خوردگی اینا دم میاریم استفاده میکنیم. من چای کوهی هم رفتم کوه کندم آوردم، این الان چای کوهیه، هنوز گل ننشسته که این گل میشینه. چای کوهی هم در میارم برای اعصاب، اینا دم میارم میخورم. اینم آبیشن کوهیه. آبیشن کوهی کسایی که دلپیچی دارن، ناراحتی معده دارن یا سرما میگیره شکمش، هم عرق میگیرن میخورن، هم اینو دم میاریم میخوریم، خشک میکنیم. زمستانه
اینجا چون منطقه دور از شهره بیشتر این چیزها رو استفاده میکنیم. ما دارای شیمیایی کم مصرف میکنیم، بیشتر این دارا رو استفاده میکنیم.